بالاخره رویای طرفدارهای منچستر یونایتد به حقیقت پیوست و ستاره افسانه‌ای اونها کریستیانو رونالدو به اولترافورد برگشت. حالا هم به همین مناسبت می‌خوایم بهتون چیزهایی رو در مورد کریستیانو رونالدو در منچستر یونایتد بگیم که احتمالاً اونها رو نمی‌دونستین. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب کانال و صد البته فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش هاب رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. خب میریم سراغ مورد اول، کوکاکولا. همین چند وقت پیش بود که کریستیانو رونالدو فقط با یک حرکت بیش از 3 میلیارد دلار به برند کوکاکولا ضرر وارد کرد. اما خب رونالدو همیشه هم از کوکاکولا متنفر نبود و در واقع وقتی که او در ابتدا به منچستر یونایتد پیوسته بود، علاقش به نوشابه‌های گازی او رو به دردسر انداخت. به گفته سولشار، یک روز صبح کریستیانو با یک کوکاکولا توی دستش سر صبحانه حاضر شد و اون موقع بود که رایان گیگز از کوره در رفت. سولشار ادعا کرد که اون موقع رایان از کوره در رفت و رونالدو رو به دیوار چسبوندش و سرش داد زد دیگه هرگز این کار رو نکن. احتمالاً هم همین داد زدن رایان گیگز بوده که عادت بد نوشیدن نوشیدنی‌های گازدار رو از سر رونالدو انداخته. گریه کردن رونالدو. وقتی که کریستیانو رونالدو به اولترافورد اومد، تقریبا هیچ کس از او خوشش نمی اومد، به خصوص مهاجم خوب اون موقع منچستر یونایتد رود ون نیستروی. ون نیستروی انقدر با رونالدو چپ شده بود که یه بار حتی اشک او رو در تمرینات در آورد. این مهاجم هلندی به سانترهای دیوید بکام عادت داشت و توپهای خوبی هم براش ساخته میشد، اما خب کریستیانو کلن یک بازیکن دیگه بود و روی تکنیک‌های خاص خودش تمرکز میکرد. ون نیستروی در جایی گفته بود من نمیتونم با این فرد بازی کنم، او حتی توپ رو سانتر نمیکنه. من نمیتونم فرارهام رو انجام بدم به خاطر اینکه او توپ رو سانتر نمیکنه. این عصبانیت ون نیستروی کم کم انقدر زیاد شد که یک روز دیگه از کوره در رفت و با عصبانیتش یک حرف بسیار بد و نامخشودنی رو به رونالدو زد. ون نیستروی درست بعد از اینکه پدر رونالدو که یک الکلی بود از دنیا رفت، به او گفت که یک پدر جدید که کارلوس کیروش باشه رو پیدا کرده. این حرف ون نیستروی حسابی دل رونالدوی نوجوان رو شکوند و او رو به گریه انداخت. مدتی کمی بعد هم ون نیستروی به رئال مادرید رفت و رونالدو در منچستر یونایتد موند و در اونجا تبدیل به یک اسطوره شد. تصادف. همه میدونن که کریستیانو رونالدو عاشق ماشین‌های لوکس و سری هست و خودش هم همیشه اونها رو توی اینستاگرامش نشون میده. اما خب زمانی که رونالدو در منچستر یونایتد بود، نزدیک بود یکی از همین ماشین‌های لوکس کار دستش بده. در سال 2009 رونالدو یک تصادف بسیار بد رو داشت. او پشت فراری خودش بود و داشت به تمرین منچستر یونایتد میرفت. او با تمام سرعت وارد یک تونل شد و در اونجا بود که کنترل ماشین رو از دست داد و ماشین رو به موانع بغل جاده زد. یک شاهد عینی که در موقع تصادف اونجا بوده گفته او بعد از تصادف بدون هیچ خراشی خیلی راحت از ماشینش پیاده شد و بغل جاده وایستاد. با دیدن این تصاویر از ماشین او میفهمیم که سالم موندن او یک معجزه بوده و تازه بعد از این تصادف سر تمرین هم حاضر شده. خطا بی خطا. همونطور که گفتیم در ابتدای کار رونالدو در منچستر یونایتد کسی زیاد از او خوشش نمی اومد و همه از دریبل زدن‌های دائم او خسته شده بودند. اما خب یک تغییر کوچیک در قوانین تمرین تیم منچستر یونایتد باعث شد که رونالدو به شدت و به صورت خوبی تغییر کنه. اون قانون هم این بود که در تمرین خطا گرفتنی در کار نبود. بازیکن‌ها به راحتی توی شکم همدیگه می‌رفتن و همین موضوع باعث شد که رونالدو از دریبل زدن دست برداره. رونالدو دیگه توپ رو نگه نمی‌داشت چون می‌دونست که یه نفر می‌تونه به راحتی روش تک بره. او شروع به پاس دادن و کار تیمی کرد و کم کم هم شروع به گلزنی کرد و حسابی توی تیم جا افتاد. این قانون توی تمرینات به طرز جالبی به رونالدو کمک کرد که سطح بازیشو بسیار بالا ببره و موفق شد توی 292 تا بازی 118 تا گل بزنه و 69 تا پاس گل بده. آزارهای زبانی. رونالدو فقط به خاطر دریبل زدن‌های دائمش نبود که پیش چشم هم‌تیمی‌هاش بد شده بود، بلکه به خاطر غرور و اعتماد به نفس بیش از اندازش در همون ابتدا هم بود. برای همین هم خیلی از هم‌تیمی‌هاش او رو آزار زبونی می‌دادن. فیل نویل در مورد او گفته او همیشه با سینه سپر شده راه می‌رفت و خیلی به خودش اطمینان داشت و با چشماش مستقیم به چشمای شما نگاه می‌کرد و همه می‌گفتن ای خدا این یارو رو نگاه.
همتیمی‌هاش هم برای اینکه روی او رو کم کنن دائم بهش تیکه مینداختن. اونها به خاطر طرز لباس پوشیدنش و مدل موهاش او رو مسخره می‌کردن و بهش می‌گفتن که نمیتونه جا پای دیوید بکامی بذاره که شماره 7ش رو پوشیده. اما خب الان همه اون افراد فهمیدن که حرفاشون فقط رونالدو رو قوی‌تر کرده و او الان تبدیل به یک اسطوره شده. بر اساس یک سری گفته ها رونالدو لخت جلوی آینه وای میستاد و دستش رو لای موهاش میکرد و میگفت من خیلی زیبا هستم. بعدش هم بقیه بازیکنها به او میگفتن اما مسی از تو بهتره. بعد هم رونالدو شونه هاشو بالا مینداخت و میگفت اوه آره ولی اون این شکلی نیست. CR7. داستان CR7 شدن رونالدو خیلی زیبا هست و به وقتی برمیگرده که رونالدو تازه به منچستر یونایتد اومده بود. او اون موقع شماره 28 رو درخواست کرد، شماره‌ای که در اسپورتینگ میپوشید و باهاش راحت بود. اما خب سر الکس فرگوسن توی یک صحنه رونالدو رو کنار کشید و از او خواست که شماره 7 رو بپوشه. خود رونالدو در این مورد گفته من سورپرایز شدم به خاطر اینکه همه بازیکن‌های بزرگی که این شماره رو پوشیده بودن میشناختم و این شروع کار موفق من در فوتبال بود. در همونجا هم بود که CR7 برای بار اول متولد شد و الان تبدیل به یک برند جهانی شده. خوب نظر شما راجع به کریستیانو رونالدو و اتفاقاتی که براش در منچستر یونایتد افتاده چیه و به نظرتون آیا میتونه دوباره توی این باشگاه موفق باشه و یا نه؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.